یعنی واقعا اتفاق افتاد اون روز در ساحل دریا؟ بعضی وقتا فکر میکنم از خودم در آوردم، اما وقتی پلکامو به هم فشار میدم دوباره اون صحنه رو میبینم، واضح و غیر قابل انکار. بوی نمک و جلبکای دریایی رو حس میکنم. طوفان یک باره همه جا رو در هم کوبید. واضح تر از همه پدر و مادرم رو میبینم. پدر میخواست با دستاش زمان متوقف کنه، انگار میخواست ما رو از هر گزندی در امان نگه داره. اکنون به خواست خداوند متعال کالبد او را به خاک می سپاریم، از زمین به زمین، خاکستر به خاکستر و از خاک به خاک. دعا می کنیم خداوند روح او را غرق در لطف و مرحمت خود نماید. امیلی در نیومون بر اساس آثاری از ال ام مونتگومری، سوزان کلارک، استفن مک هتی، مارتا مک در نقشه امیلی و شیلا مک کارتی. همونطور که اومدن رفتن، سیاه پوش، به سردی گورستان. اونا هم خون من بودن، ولی وقتی بهشون نگاه میکردم بدنم میلرزید. مایکل موریارتی در نقش داگلاس ستار، کارگردان جورج بلومفیلد،
امیلی؟ آه نه، بیا بغلم، باید بریم خونه. شکست، حالا وضعمون بد میشه. چقدر بد، بدتر از هر بدی، بدتر از اونی که فکر کنی. من بدبختم پدر، ببین 7 سال بچه‌ام. حرفای پیرزن رو نزن عزیزم. چقدر پیر؟ خیلی پیر. چرا میگی زنای پیر؟ نمیگی شوهرای پیر؟ شوهرای پیر اخموان، ولی زنای پیر زیاد حرف میزنن، اینو دیگه همه میدونن. تا سرد نشده بخور. مادر بزرگ جین آینه رو شکست، بعد اتفاقی بدی افتاد، دندوناش ریخت، موهاشم یه شبه سفید شد. امیلی جدی میگی؟ منم شنیدم، اون حرفای گنده گنده میزد، اما بعضی وقتا حرفاش خیلی بامزه بود. من ناراحت نمیشم اگه موهام سفید شه، اما دوست ندارم بی دندون شه. چرا؟ چون دیگه نمیتونم آب نبات بخورم. پس باید خیلی مواظب دندونات باشی. پدر میشه یه سوال بپرسم؟ میتونم بگم نه؟ چرا مادر رفت تو قبر؟ چرا پیش ما نموند؟ آخه من دلم خیلی براش تنگ میشه. امیلی خودت میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مرد. درست. اون که شکل مرده ها نبود، مثل زنده ها بود. چون دلت براش تنگ شده میخوای پیش تو باشه، برای همینم هست که وجود اونو در کنار خودت احساس میکنی. تو هیچ وقت اونو نمیبینی؟ چرا میبینم، خیلی وقتا، اونقدر که به نظرم میاد هنوز زنده است. امیلی بیا. خب بگو ببینم اونو چه شکلی میبینی؟ مثل همیشه؟ نه، لباس زرد تنشه، اما خیلی وحشت زده است. خب به خاطر طوفانه، اون از طوفان میترسید. از وقتی که یه دختر بچه کوچیک بود میترسید. در یه شب طوفانی پسردائیش پرت شده بود توی چاه، برای همین هم از طوفان میترسید. برای پسردائیش چه اتفاقی افتاد؟ اون مرد؟ نه زنده موند، حالش هم خوبه، تو نیومونه، هنوزم اونجا زندگی میکنه با خاله الیزابت. همونی که لبای عجیبی داره؟ الیزابت روی اونو خانوادهش نفوذ زیادی داره. ذهن مادر تو پر از افکار وحشتناک کرده بود، به خصوص وحشت از خشم طبیعت. البته اون کاملا حق داشت، طبیعت خیلی سنگدله.
اونایی که کنار دریا زندگی میکنن از بچگی اینو میفهمن، در کنارش نشاط هم هست. بستگی داره چطور فکر کنی. من همیشه فکر میکنم رعد یعنی فریاد آسمان و باد یعنی ناله پری دریایی به خاطر یار گم شدهش. خب پس ماه چیه؟ ماه یعنی چشم آسمان. وقتی که بچه ها میخوابن ازشون مواظبت میکنه. اولا خسته کننده است، دوما خسته کننده است و سوما معلم جدید واقعا خسته کننده است. به اون بیچاره فرصت بده امیلی، تازه کارشو شروع کرده. پدر دیروز فقط راجع به رقم عشری حرف زد، فقط ممیز. من اگه هزار سال زندگی کنم به ممیز اهمیت نمیدم. جین و من از خنده روده بر شدیم، مرتب را میره و با یه چوب دراز میزنه رو میزه این و اون. امیلی یکم مهربون باش، تمام دانش آموزا به معلمشون نگاه میکنن. مادر منم معلم بود اما با بچه ها بدرفتاری نمیکرد. هیچ کس به اون ایراد نمیگرفت. ببین دخترم، ما تو دبیرستان درس میدیم به بچه های بزرگتر. مگه معلم باید فقط با بزرگا مهربون باشه؟ من که اصلا از معلمای سختگیر خوشم نمیاد، به خصوص از آقای موریس. 8 تا 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 8 تا. به من نگاه کن، دارم با تو حرف میزنم. تو کی هستی؟ گفتم به من نگاه کن، گفتم به من نگاه کن. لباسای کثیف، ناخنای چرک، شپشم داری؟ هم معلومه که داری چون سرخ پوستی. اسمت چیه؟ اسمت چیه پسر؟ یعنی اینقدر خنگی که حتی اسمت هم نمیدونی؟ گفتم اسمت چی؟ واکویس. اینم شد اسم؟ منیش چیه؟ ها حرف بزن. روباه کوچک. اوه روباه کوچک، پس ما اینجا با یه روباه کوچک طرف هستیم. کی تو رو فرستاد اینجا روباه؟ برای چی اومدی اینجا؟ درس بخونم. چی؟ چی گفتی؟ صداتو نشنیدم. آها ترس میزنم، جواب بده. نه ترس کنی، لطفا نزدینش رو ترس کنی. باشه بیست برو، زودکش الان تو رو میکشه. باشتم. تو برای چی تو کار من دخالت میکنی؟ من باید درسی بهت میدم که هرگز فراموش نکنی. امیلی امیلی از اینجا برو، چی شده؟ بچه دست بلند کردی؟ چرا این کار کردی؟ آدمایی که بچه ها رو میزنن آشغال تمام عیارن. آره اما این آشغال عموی پولداری داره که عضو هیئت مدیره دبیرستانه و حقوق تو رو اون میده.
به این مسئله فکر نکرده بودی، درسته؟ چرا، با آگاهی کامل این کارو کردم. نبضت بد جوری میزنه، تو سینه درد میکنه. قبلا بهت هشدار دادم، خیلی مهمه، راستشو بگو. درد داری؟ داروتو میخوری؟ چه فایده داره؟ درمانش که این نیست. چرا، همینه، اونا رو بخور، نباید درد بکشی. این آب حسابی داغه، یه عالمه نمک ریختم. جدی؟ مثل آتیش میسوزونه، اگه سوختی فریاد نزن. نه نمیزنم، خجالت نکش. باشه، اگه سوختم جیغ میکشم. شیطون کوچولو. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T T U V W E Y Z R S T U V W X خوبه باکلیس. Y Z. خیلی خوبه امیلی خانم، یاد گرفتن ریاضی زیاد مشکل نیست. پدر، من از انشار بدم میاد، اجازه بدین جاش یک کتاب بخونم. باشه، کتابم بخون، اما وقتی کار تموم شد فقط ادا در نیار، من میرم بالا تو دفتر مدیر. حالا وقتشه. همه اینا رو میخونی؟ اینا و یه عالمه دیگه. اینو که میخوندم کلی گریه کردم، خیلی دوستش دارم. دیوید کاپرفیلد، راجبه یه پسریه که پدرش میمیره و مادرش با یه مرد بدجنس ازدواج میکنه. من زاده شدم که در زندگی یک قهرمان شوم، تا اینکه قهرمان دیگری جای مرا بگیرند. در صفحات این کتاب معلوم میشود. این جالبترین شروعی نیست که تو حالا شنیدی؟ من قبلا هیچ شروعی را نشنیدم. چوب و ماه، اون دیه. دی یعنی دیکنز، اسم نویسندشه. وقتی بزرگ شدم مثل اون میشم. تمام کتاب خونه های جزیره پر از کتابایی میشه که من نوشته باشم. امیلی نویسنده یه جوان. مدیر اینجا خیلی به من مرد، باید حرف منو قبول کنه. داگلاس استار دیگه اینجا تدریس نخواهد کرد. واقعا که قابل ستایشه، ولی تو با این کارت چی به دست آوردی؟ راحتی خیال. راحتی خیال شکم آدمو سیر نمی. نت، من در زندگی به اصولی اعتقاد دارم. تو بودی چی کار میکردی؟ چون یه آدم غیر اصولیم، به زانو میافتادم، التماس میکردم تو یه فرصت بهم بده. باطلرم یه همچین کارایی کرده بود. بعد همه گفتن بدون شک اون دیوونه بوده. چرا مدیر طرف اونا رو گرفت؟ تعجب کردی؟ مدیر از کتک خوردن یه بچه گذشت. ما مشتی انسان روشن فکر هستیم، روشن فکر. چطور میتونستم به اون وضع ادامه بدم؟ درسته، اون هم حق داره. هر وقت لازم شد بخور حرفم نزن. میدونی، شاید خواست خدا بود میتونم بیشتر با امیلی باشم. اون به من احتیاج داره. مادر، تو اینجایی؟ اگه اینجایی به من یه علامت بده. آره دیدم، میدونم خودتی. دستمو بگیر، بغلم کن. امیلی، آقای موریسو خیلی آدم بدیه، اون دیوونه شده. مادر گفت باید از اینجا بریم. واکویس کجا؟ میریم مینگو. مردم قبیله چیز یادم میرن. دیگه تو رو نمیبینم امیلی. Thank you.
حرف بزنم. برای چی؟ چون که چی؟ چون که میگن تو شوم. حرف تو پس نمیگیرم. مادرم میگه تو خانوادت نفرین شده این، واسه اینه که بدشانسی میاری. نفرین؟ از تو خانواده پول دارت، خانواده مولی. مگه اونا چیان؟ یکیشون بدچشمه، تو هم شکل اونی، بنابراین تو هم بدچشمی، یعنی که یه جادوگری. جین، بهت گفتم با اون دختر حرف بزن. چوب و سنگ شاید استخونمو بشکنن، اما از حرفای تو هیچیم نمیشه. امیلی، پدر من از اون متنفرم، میگه من جادوگرم. بوم، امید برم رو دماغت یه جوش بزنه به اندازه یک کدو حلوایی. پدر معذرت میخوام، من خنگ شدم. کارتون چی شد؟ نظرشون رو عوض کردم، مثل این که آقای موریسون اونا رو ترسونده. اینا رو بذارین به حسابم آقای کلارک. آو، یه بسته آب نبات دارچینی هم بدین به امیلی. شنیدم تو دبیرستان چه اتفاقی افتاده، کار بدی کردین. فکر میکنم شما دیگه بیکار شدین. من باید به کاسبین برسم. متاسفانه از این به بعد شما مجبورین پول نقد بدین. آه بله، بدهی منو حساب کنین آقای کلارک. صبح امیدیری میتونستم بیاد پولتونو بده. 20-30 میشه $1.22. سفارش امروزم میشه 10 تا، البته بدون پول آب نبات، اونم 1 سنت. آب نبات نمیخوام آقای کلارک، میشه $1.32 بدن، 2 رقم به انشار. ناراحت نشو امیلی، مهمون من باش. نه متشکرم، دیگه از دارچین خوشم نمیاد. بیاییم بریم پدر. خب شیطون کوچولو، باید بری بدهی آقای کلارکو بدی. این تمام پولیه که تو جعبه بونده بود؟ بله همش. جعبه زیاد بزرگی نیست. پول زیادی هم نیست، اما میتونیم بدهیمونه بدیم. این از شارلوتان اومده. ازشون نامه اومده؟ پروفسور استاد عزیزم، بسیار خوشحال خواهیم شد اگر شما نویسندگی و ریاست هیئت تحریریه روزنامه تریوت را بپذیرید. نویسنده و رئیس، وای پدر، هیچ کاری تو دایه بهتر از نویسندگی برای کسب درآمد نیست. پس تو تایید میکنی ها؟ تایید؟ این رویای منه، من آرزومه که یه روز نویسنده بشم. امیلی دخترم، خواهش میکنم، تو نباید با رویا زندگی کنی. ولی پدر، رویای من به حقیقت میرسه، خودم اینو میدونم. این برای شما جالب نیست پدر؟ نشونه های کوچکی از حقیقت نویسندگی در تمام وجودم موج میزنه. حقیقت نویسندگی در وجود تو موج میزنه؟ خدای من، تو الانم یه نویسنده ای. بله البته که جدی میگم، نویسندگی درست مثل دماغت، بخشی از وجودته. اما دماغ من خیلی عادیه. هیچ چیز در تو عادی نیست.
من باید شاکر خدا باشم که اداره روزنامه قبلا با تو آشنا نبود، وگرنه تو رو انتخاب میکرد و من میموندم. دارین دستم میندازی؟ نه باور کن، تو استعداد فوق‌العاده‌ای داری. هر دو میدونیم که تو نویسنده‌ای، کلمات ندای قلب توه، نباید ندای قلب تو انکار کنی. وقتی کلمات به شکل موضوع کنار هم باشه میشه شعر. اما بعضی وقتا نمیتونم کلمات مناسب رو پیدا کنم پدر. باید سعی کنی پدر. احساس میکنم شارلوت تاون سرنوشت ما رو عوض بله. میکنه. اینم یه حقیقت دیگه. نه این بار عمیق تره، با تمام وجودم اونو حس میکنم. نوشتن رو با آغاز زندگیم شروع میکنم. اونطور که به من گفتن، در یک جمعه شب ساعت 12 متولد شدم. امیلی با تقلی به جایی نمیرسی؟ این شروع خیلی خوبیه. بله اما دیکنز اینو اول نوشت. اگر نتونی از خودت بنویسی نمیتونی بگی نویسنده ای. من میتونم از خودم بنویسم. حالا وایسه و ببین، زمان مشخص میکنه. دوباره رفت بالا. نمیدونم اون بالا چی میخواد پیدا کنه. قسم میخورم اون گربه 9 تا جون داره. اینقدر از اونجا پرت شده نمیدونم چرا تا حالا نمرده. بذار کمکت کنم. من میرم. نه خودم میرم. پایین داره، از اونجا بیا پایین. پدر مواظب باش. نگران نباش دخترم. من دیگه میخوام برم. میذارمش همینجا، اون دختره میتونه بهش غذا بده. آخه عقلت کجا رفته زن؟ اون نمیتونه اینا رو بخوره. خیلی خوب میبرمش. حیف که به هم حقوق میدین. امیلی تو باید شجاع و قوی باشی. خوب گوش کن چی میگم. پدرت مدتی استراحت میکنه، اگه بیدار شد هیچی بهش نمیدی جز آب. برای دردش هم دارو داره. من باید برم.
حالا اینجا میمونه تا صبح من برگردم. نمیخوام اون اینجا باشه، آدم بد اخلاقیه، از گوسفندم بدبوتره. فعلا تنها کسی که میتونه اینجا باشه. پدرت نباید تنها بمونه، یه نفر باید ازش مراقبت کنه. دکتر نید، اون حالش خوب میشه، اینطور نیست؟ نمیدونم. که بیدار بمونی اونجا با نست به من نگاه کن، بیارزه اینو ببر تو آشپزخونه بهش غذا بده، بیا پشت هسته مرده شد. پدر یه زن گنده مثل من اشتهاش زیاد میشه. اینو که نمیخوای، گنجه ها پاک خالیه، تو این خونه دیگه هیچی نمونده. برو بخر، پول تو جعبه هست. کدوم جابه؟ من که ندیدم. جابه اونجا بود، تو ورش داشتی؟ دهنه تو ببند، دکتر صداتو میشنوه. الین گرین، دارم بهت هشدار میدم، من آدم بچش میام، تا سه میشمارم اگه اون جابه رو نذاری سر جاش تلسمت میکنم. یک، دو. خیلی خوب، بیا بیا بگیرش، دست از سرم بردار، من که نمیخوام اینجا بمونم، اونم پیش یه مرد مرده. زبونه تو گاز بگیر و نمیمیره. جدی؟ اینا همه میدونن جز تو. پدرت امشب تا صبح نمیکشه. بیشور احمق، برو بیرون تا خفت نکردم. دکتر نیز راست میگه. امله، ما شما مهو نارو امله، امله ما باش نارو شیطان میدونی الان کیو اینجا دیدم؟ مادرت اینجا بود. آره اون اینجا بود. نگران نباش ببینی، من اون مواظبت هستم همیشه. امیلی، خاله الیزابت هستم، درو باز کن. چند وقت اون توه؟ از شبه گذشته. تنها با یه مرده؟ این رفتار خیلی زشتیه. من حالم بده. خودتو کنترل کن رود. اون تو چیکار میکنه؟ شما دکترین یه کاری بکنیم. سعی کردم بهش فرصت بدیم. فرصت؟ فرصت برای چی؟ امیلی استار،
کاری که داری میکنی شایسته تو نیست. تو نباید تو اتاق پیش جسد بمونی. حق نداریم بهش بگین جسد، این پدر منه. اون داره ورد میخونه. خدای بزرگ میخواد اونو بسوزونه. خب بالاس در رو باز کن. ناراحت نکن بچه. حالا کی اونو نگه میداره؟ یه نفر باید ازش مراقبت کنه. اون یه نفر من نیستم. من از پس یه همچین بچه‌ای بر نمیام. دیگه بزرگ شده. الیزابت وقتی جولیت مرد، اگه اونو برده بودی پیش خوده تا حالا تربیت شده بود. جولیت از اول نباید با پدر اون ازدواج میکرد. وقتی تابوتو بردن پایین حالت صورتشو دیدین؟ دختره گنیم وجبی یه کتک حسابی لازم داره. تا حالا کسی رو ندیدم اینطور نگاه کنه. حالتی تو چشاش بود که آدمو از ترس زهر تر کرد. حرف منو قبول کنین. اون مثل پدر مادرش نیست. از کوزه همون برون تراوت که در اوست. از حالا ما باید بهش لباس، خوراک، مسکنم بدیم. پدرش که پول سیام براش نذاشته. من که بیشتر از این توقع نداشتم. داگلاس استار یه شکست خورده زندگی کرد و مرد. پدر من شکست خورده نبود. منم قصد ندارم جوون مرگ بشم. شما باید به خاطر حرف زدن پشت سر ما رو بذارید. شنیدی چی گفتم؟ برو تو اتاقت و همونجا بمون. نمیتونین به من زور بگی. بس کن دیگه. الان برو تو اتاقت همونجا بمون تا صدات کنم. برو. اگه پسرای من اینجوری حرف میزدن کاری میکردم یه ماز جاشون تکون نخورم. مادر تو خیلی مهربون بودی، اما چرا خانوادت اینقدر نفرت انگیزن؟ از توی فلاس بدم میاد. خاله الیزابت قلبش از سنگ درست شده. امیلی استار بیا بیرون. نمیخوام بیام. هیچ کدوم از ما مسئولیت تو رو قبول نمی کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم قرعه کشی کنیم. اسم ما روی این کاغذ ها نوشته شده. تو یکیشو میکشی، اسم هر کی بود تو رو میبره خونش. یعنی میخواییم سرنوشتم و خودم تعیین کنم؟ یکیشو بکش. بخون. اینجا نوشته الیزابت موری. خداحافظ اتاق قشنگم، دلم برای تنگ میشه. اما قصه نخور، اتاقم رو تو نیومون مثل تو درست میکنم. تو رو آویزون میکنم بالای تختم. تو رو میذارم کنار تختم. تو باید همیشه با من باشی. امیلی دیگه نمیتونیم منتظر بشیم. آه خدای من،
من خیال ندارم تمام اسباب این خونه رو با خودم ببرم نیومون. اون مال پدرمه. این دیگه چیه؟ او خدای من این همه اشغال. من فکر نمی‌کنم لازم باشه اینقدر. نه امیلی توی شیشه رو شکست. اون گربه رو من هرگز نمیبرم خونم. به نظر من بذار گربه رو بیاری الیزابت. احتیاجی به نظریات تو ندارم. اون بلوزم بذار همینجا، زود باش، ما زیاد وقت نداریم. صدای چی؟ هیچی. کیفو باز کن. نه خواهش میکنم. نه نه پاندوره نه الیزابت. رسیدیم. دوست داری خونه تازه‌تو ببینی؟ میدونستم نیومون از من خوشش نمیاد، چون جای بسیار سردی بود، درست مثل خانواده موری. من دختر پدرم هستم، همونجا با خودم پیمان بستم تا هیچ خونه ای منو عوض نکنه، همینطور آدمای خونه.